یک شنبه 27 شهریور 1401 و ساعت 11:15 قبل از ظهر. بازگشت از پیاده روی روزانه در صبح. مقداری از خانه دور شده بودم و در من پدید آمد تکه کاغذهای کوچک نوت را به هم منگنه کردم و در روی تکه ای نوشتم: این ابیات یک طرح پدید می آورند. بدون آنکه به جای آن فایل کتابم را باز کنم یا فایلی جدید را و فوری به کلمه درآورم افعالم را. علامت تعجب، حیرانی از رفتارم، دوری گزینی از ذهن و من ذهنی است که بعد از 3 روز مطلب در این مکان در این متن نوشته شود. 3 روز پیش بود که 2 بیت جدید در مورد جهت و بیجهات نوشته شده در روی تکه کاغذی برای حفظ کردنش با تکرارش را منگنه کردم به 2 تکه کاغذی که به هم منگنه کرده بودم چند روز پیشش و آن 2 تکه ابیات در مورد نفی و اثبات بودم. مدتی کمی است که ابیاتی را که می‌خواهم حفظ کنم در روی تکه کاغذی می‌نویسم و در معرض دیدم در روی میز کارم روبروی کاناپه می‌گذارم. متوجه شدم ابیاتی به آسانی حفظ می‌شوند و ابیاتی که این خصوصیت را ندارند فعلاً تکه کاغذهایی را که در روی آنها نوشته شدن را جمع می کنم. ابیات در مورد جهت و جهات، در مورد نف و اثبات، در مورد بریدن آن آب و پاک کردن جو، در مورد پریدن با پروبال روحانی چون گرد طالب نبودی شه چنین پرهات نکشودی و دیگر ابیات نمونه هایی هستند که به آسانی در من حک می شوند. و نزدیک مجتمع بودم در بازگشت از پیاده روی و زمزمه و گفتگوی درونی لحظه‌ای در مورد این بود که 2 نقطه. آقای شهبازی کسی است که توسط او خداوند گنج حضور هر یک از ما را به ما می‌دهد. یومه بسته. در کتاب قبلی هم این سخن آقای شهبازی و هم پستی که در مورد عمل آقای شهبازی پخش کرده بودم در اینستا قبل از شنیدن این سخن آقای شهبازی را آوردم. آقای شهبازی هم به بلوغ معنوی هدایت می‌کنند افراد را و هم همزمان گنج حضور یتیمان که ما هستیم را در اختیار ما قرار می‌دهند. پس این سخن آقای شهبازی و آن پستم را در زیر می‌آورم. 15 شهریور 1401 ساعت 11:20 قبل از ظهر. سخن آقای شهبازی تماماً این سخنان هستن. کسی نمیتونه به گنج حضور ما دسترسی داشته باشه. خضر دیواری میساخت برای پنهان کردن گنج یتیمان، یعنی برای ما. موسی که من ذهنی ماست که مدام سوال میکنه وقتی خدا کشتی همانه دیگی ما را سوراخ میکنه تا هوشیاری حضور ما بیدار بشه و سوال موسی از خضر که چرا کشتی افراد بینوا را سوراخ کرده. یتیم هستیم چون از خدا جدا شدیم و خدا مدام گنج ما رو پنهان میکنه از منهای ذهنی تا ما بالغ بشیم از نظر معنوی و صاحب گنج حضورمون بشیم تا شیطان از من ذهنی شما نتونه استفاده کنه. منهای ذهنی بزرگ از شما استفاده میکنن. هر کس با چیزها و افراد این جهان هست مورد سوء استفاده دیگران هست و همچنین من ذهنی خود شما میتونه از شما استفاده کنه، یعنی نذاره کار معنوی کنید. کشتی رو سوراخ میکنه تا در اختیار خدا قرار بگیره و کشتی رو تعمیر نکنید. مثلا کسی از همسرش جدا میشه و فوری یک همسر دیگه میگیره. صبر کنید، خشمگین نشید، از سوراخ ها زندگی میاد. ختم گذر. و باز تکرار میکنم که جملات پشت سر هم نیستن، بلکه من اونها رو با 3 نقطه به این صورت در آوردم. و پست اینستای من در مورد عمل آقای شهبازی این است: آقای شهبازی پدید آورنده بلوغ معنوی. تیتر پست: هر یک از شما یک آتشفشان معناست، می توانند مولانای دوم باشد بشود.
شهبازی. در چند قرن اخیر کسی وجود نداشته. چند نقطه. آقای در مورد عمل زحمات آقای شهبازی بیان کرد یکی دو روز پیش. شما مائده هستید. مائده غذای معنوی. خانمی مدت ها پیش با آقای شهبازی گفت. در هر تماس پیام آقای شهبازی وصف می شود. و همچنین از شوق در بیان پیامشان، ابیات و تفسیر و تأثیرات در زندگیشان، افرادی اشک ریزان آن را انجام خاتمه می دهند. از جمله خود من اشک شوق داشتم چند شب پیش هنگام به خواب رفتن. خدا میگه از زبان مولانا از زمان حضرت آدم انسانها زندگی فردی و جمعی با من ذهنی رو پدید آوردن و بایستی این زنجیر را گسست. دارم جملات آقای شهبازی رو میخونم. جبر من ذهنی وجود ندارد که فقط اینطوری بایستی زندگی کرد، با درد، حسادت، کینه، کاهلی، کمبینی و چند نقطه. و سر جبر فضاگشایی است. تنها جبری که وجود داره اینه. ما هی کثیف کردیم و خدا هی تمیز کرده. چند نقطه. ختم سخنان آقای شهبازی. و در چند قدمی خانه امروز از بازگشت از پیاده رویم در من پدید آمد افراد می خواهند از زندان رها شوند. و ختم پست اینستاگرامم بود. حالا متن این کتاب رو ادامه میدم. و در چند قدمی خانه امروز از بازگشت از پیاده رویم در من پدید آمد افراد می خواهند از زندان رها شوند. و این جملات را با جملاتی دیگر در کتاب قبلی هم نوشته بودم افراد می خواهند خودشان را بفهمند، با خود تطابق بیابند و بالغ شوند. دست و پا زدن انسان در زندان که زندان ذهن است مرا متأثر کرد. در آن لحظات امروز جایگاه خودش رو می‌یابه و زبان همه اسرا در من ذهنی و در تکاپو در طلب رهایی این بیت را از حافظه می نویسم. بپر ای دل به پنهانی، بپر و بال روحانی، گرت طالب نبودی شه چنین پرهاد نکشودی. به احسان سابق است آن شه، به عهدش صادق است آن شه، اگر نه خالق است آن شه تو را از خلق نر بودی. بدون این که در متن نوشته باشه یه تفسیر خب واضح ابیات در مورد اینکه شه تو را از خلق نر بودی در تفسیر یکی از ابیات دیگر مولانا آقای شهبازی گفتن که شه خداست و کسی که شه اونو از خدا از خلق میربایه شاهه. یعنی خدا فردی رو از خلق جدا میکنه به سوی خودش میبره. ادامه این متنم و این دیگر بیت را از حافظه برای همگی طالبان گنج حضورشان میآورم. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خورد. آب هوشیاری حضور است که چون در جو همانیدگی بوده آب گل پدید آورد. پس آب را قطع کرد تا جو که ذهن است را تمیز کند از همانیدگی ها و سپس و پس از تمیز کردن ذهن در جو آب شرب جاری کرد. در حین شروع پیاده روی امروزم پدید آمد که تا با هستی های دیگری در فضای یکتایی در لولا بیافتم. چند نقطه. آن هستی ها وجود ها شنوندگان گنج حضور با اجرای آقای شهبازی را شامل می شوند. عاشقان نام آنهاست در آن برنامه. و شناسایی افرادی که دارای حضور می باشند و محافظت از خودم در قبال من ذهنی خودم و منهای ذهنی دیگر. نخواستم این مطلب را در این متن اضافه کنم در مکانی که وحی خداوند را نوشتم در بیانی از واقعیت تجربه نفسانیم، از هویت خارج شدن و وارد فضای یکتایی شدن که در فایل قبلی این کتاب بیان کردم. متن‌هایم خودجوش نوشته می شوند و تا جایی که امکان دارد اضافات در آنها انجام نمی دهم و مکان اضافات را به آنها متعلق می سازم که مکان ظهور خودجوش آنهاست. به یاد دارم آقای شهبازی در مورد پیام های
به صورت متن شنوندگان گفتند ادیت نکنید، روی متن کار نکنید، همون چیزی را که اول نوشتید ارائه بدید. خب اگر روی متن کار بشه از طریق ذهن میشه و آقای شهبازی اینو نخواست، نمیخوام، و میگن این کار را نکنید. روی متن با ذهن کار میشود و من ذهنی دخالت دارد و از جمله از طریق پندار کمال. در این دقایق نام این متن را انتخاب کردم. طلب میتوانست همت باشد که به بیان مولانا از طریق آقای شهبازی همت شرف انسان است، خداییت او. و در گذری در ابتدای این فایل این قسمت را از سخنان آقای شهبازی را آوردم. با این تیتر در اینستا پخش شده بود: نفع اثبات دو نقطه. در فضای گشوده شده میشید، فضای گشوده شده شما و خدایی، شما و خدا شیر میشید. طلب نباشد همت رخ نمی نماید. و از طلب به کرات آقای شهبازی و از اهمیتش بیان میکنند. دقایق بعد از من میخواستم این نکته که برایم مهم است را بنویسم و با بیانی آقای در قسمت پیغام های تلفنی گفتم این درد هوشیارانه است. اون آقا داشت پیامشو بیان میکرد و البته باز پخش بود و من گفتم درد هوشیارانه. بله، درد هوشیارانه نکته کلیدی است برای من در سخنان آقای شهبازی. آن را از طریق جمله این آقا با پخش برنامه که دلیل شد تا این فایل را باز کنم برای نوشتنش در آن می آورم. دو نقطه. چند نقطه. زخم پامو نگاه کردم که داشت خوب می شد و با خودم گفتم من نمیتونم کاری کنم در مورد سرعت خوب شدن زخمم. اینجا بود که تکرار کردم با صدای بلند درد هوشیارانه و به یاد آوردم میخواستم بنویسم در متنی و این متن آنچه بنیادین است برای من در بیانات آقای شهبازی درد هوشیارانه است. و از همان ابتدای پیغام تلفنی آن آقا بیان از درد هوشیارانه داشت و همانطور که آقای شهبازی گفتن در خاتمه پیام خطاب به آن آقا آقای شهبازی گفتن عالی بود، ممنون. آن آقا گفتن که بار سوم از استاد عوض میکنن و تا حالا فکر میکردن مکان عوض کنن و تحت تاثیر ابیات مولانا سخن یک آقایی رو فهم کردن که این آقا در اون موقع قادر به گرفتن پیام آن فرد نبود. آن دوست این آقا پرورش ماهی دارد و آکواریوم میسازد و گفته بود به این آقا نمیشه یک دفعه ماهی رو از آب شور در آب شیرین بیاری، بایستی قدر آب رو شیرین کنی و به مرور این انتقال رو انجام بدی. و این آقا گفت یعنی یک دفعه نمیشه فهمید. البته جمله این آقا بسیار پویا و در نتیجه بسیار زیبا بود و من آن رو نتوانستم به خاطر بسپارم. پس در طول انتقال دادن خود از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور بایستی درد هوشیارانه کشید. بدون اینکه در این متن نوشته شده اضافه کنم، درد هوشیارانه شناسایی همانیدگی هاست و با شناسایی اونها انداخته میشن. درد هوشیارانه صبر و شکر و پرهیز را میطلبد. همین روز یک شنبه و ساعت 10:30 در جستجوی اسلایدی عکس بیتی از مولانا با موبایلم جستجوی نمودم، در لپتاپم با خواندن تفسیر چند کلمه هر کدام از اسلایدها در نام هر اسلاید. چندین اسلاید را به ترتیب خواندنشان می آورم که به روشنی بیانگر آنچه از امروز و دیروز در این متن نوشتم. دو نقطه. گر گم شدگان روزگاریم، رهیافتگان کوی یاریم. غزل دیوان شمس 1572.
بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش تو چون تیری که بگریزد. غزل 900 دیوان شمس و در تفسیرش دامن خدا رو بگیر، نه بازه. صبر و شکر دامنه. لیلی زیبا را نگر، خوش طالب مجنون شده. وان کهربای روح بین، در جذب هر کاه آمده. غزل 2279 دیوان شمس. خود زندگی در جستجوی خودش و ما خودشیم، من وجود نداره. در مورد تفسیر این غزل. بحر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. بیت 328 دفتر 4 مثنوی معنوی مولانا، تفسیر: گنج حکمت نهان نمی ماند. ور نگوید کت نه آن فهم و فن است، لیک آن ذوق تو پرسش کردن است. آن ملیحان که طبیبان دلند، سوی رنجوران به پرسش مایلند. بیت 1771 دفتر 6 مثنوی معنوی، تفسیر: ذوق شما احوال پرسی خداست که سردسته طبیبان دله. ور به تمام ناله برارد روا، خوش بگشا آن کف بخشنده را. غزل 253 دیوان شمس. تفسیر: زندگی میخواد از طریق استعداد ده شما خودشو بیان کنه. تفسیر غزل هست. و اضافه کنم صنع خداوند در آفریدگی، آفریدن از طریق ما خودش را بیان میکنه. خدا از طریق مرکز عدم مولانا ابیات را بیان میکنه. آقای شهبازی گفتن آموزه من از مولانا. مرکز مولانا عدم است، فاقد همانیدگی. همانیدگی ها به حاشیه رانده شده، از مرکز در حاشیه مرکز قرار می گیرند. هو مرکم یعنی با توست در این جستن، آنکه تو می جویی در طلب او را نیز او را جو. آنکه تو می جویی در طلب نیز او را جو. غزل 2172 دیوان شمس. فضابندی نکن، لحظه به لحظه فضا گشایی کن. تفسیر غزل. شاید روزی به صورت پست در اینستا پخشش کنم. اینکه مشتاقم تا با کودکان، نوجوانان و جوانان از طریق ابیات مولانا کتابخوانی کنم روزی، از طریق تفسیرش توسط آقای شهبازی و فهم خودم. 2 پیش از دوستان قدیمی که از طریق فیسبوک با هم آشنا شدیم، پستی در اینستا پخش کرده بود در مورد خبر بسته شدن کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان. کامنتی گذاشتم برای پستش و اگر اینترنت هم قطع نبود، چون حجم اینترنت تمام شده، آن جملات را الان در اینجا می آوردم. نوشته بودم که همان روز قبل از خواندن آن پست، آن روز این دوست در حال انجام کارهای خانه به یاد کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان افتادم و با خودم گفتم با ارزش در این کار کردن با کودکان، نوجوانان و جوانان است. و اینکه هر بار به یاد این کانون میافتم، عکس خانمی محسن که بایستی نویسنده کتاب برای کودکان باشد، با لبخندی بر لب به یادم میآید. نوشتم در آن پیامم که مدتی است در گوگل در مورد فردی که دکترای ما را ساخته در فرانسه، در متن فرانسه زبان خواندم که نظریه ای دارد در مورد همراهی جوانان. همراهی خودش یکی از مفهوم هایی بود که این آقا به وجود آورده. نوشتم در پیامم برای آن دوست همچنین که 2 می شود دوست داشتم کتابخوانی کنم با کودکان و با شناخت برنامه گنج حضور با اجرای آقای شهبازی، دوست دارم ابیات مولانا با تفسیر آقای شهبازی با فهم خودم را با جمع کودکان، نوجوانان، جوانان روزی کار نمایم. آن روز که خبر بسته شدن کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان را پخش کرده بود، بازیگر تئاتر بوده است و به حد هنرهای دیگری دارد که من نمی دانم
و هم سن و سال خودم بایستی باشد. یک آغاز رضای گرامی. پست‌های بلندش نویسندگان و شاعران را معرفی می‌کنند از هر مرز و بوم. همین یک شنبه 27 شهریور 1401 ساعت 16 خورده‌ای و دقایقی برق قطع شد و وقت شد و به گوش دادن برنامه گنج حضور ادامه می دهم. برنامه 933 که بخش دوم پس از بخش اولش که گوش کرده بودم را گوش می کردم. در مورد نکته بخت زده معنای جدید پدید آمد و خواستم تلویزیون را خاموش نگه دارم برای نوشتنش با وقف شدن برق. منتها دلم نیامد و هم تلویزیون را روشن نکنم و برنامه گنج حضور جاری نباشد. کشفی که کردم و بهت زده کرد مرا این است. این شکاف را فقط خدا می تواند در او ایجاد کرده باشد. در ما بین خواهد ماند. چند نقطه. ندای بی صدای چند نفری در ایام وقوع تجربه نفسانیم که از آن نترسیدم. و در صفیح کتاب اولم نوشته شده است و با مطالعه کتاب‌های هانری کورمن و درست یادم باشد با این یک ابن سینا و تمثیل عرفانی تایید و تفسیر نترسیدنم را خواندم. همین نوع ندا سپس به محتوای معنادارش مبدل شده بود و به یاد ندارم جمله یا کلماتی را تا آن را بنویسم. نوشته بودم همچنین که دیوهای عمق در کتابم سفیر نوشته بودم همچنین که دیوهای عمق به معنای ژیل دلوز میتوانست باشد آن ندا و دلوز میگوید چطور میتوان از دیوهای عمق جان سالم به در برد. چه شد امروز بعد از ظهر با سخنان آقای شهبازی مجری برنامه گنج حضور؟ اینکه با بیان ابیات در مورد مسجد مهمانکش شناسایی کردم، تطابق دادم آن ندا در آن ایام تجربه نفسانیم را با سر و صداهای من ذهنی که انواع تهدیدهای اوست و آقای شهبازی تهدیدها را بیان کردن. پولت کم میشه، دوستاتو از دست میدی، از اینجور چیزا. مسجد مهمانکش فضای گشوده شده است. من ذهنی سر و صدا میکنه، دارم سخن آقای شهبازی رو میگم. من ذهنی سر و صدا میکنه و شما میگید هر چه تو میگی میخوام بشم. یعنی تهدیدهای من ذهنی خودتون رو اینطور جواب میدید. هر کاری میخواهید بکنید بیایید. از صدای این حضور تلسم من ذهنی شکست و هزار زر یعنی سعادت ها از آن ریخت. سخنان آقای شهبازی و ابیات رو می آورند در زیر. مقدار روشن سازی کنم، البته فکر می کنم که روشن هستش. یعنی آن ندای چند صدایی که تهدید آمیز بود به من و من نترسیدم، تلسم من ذهنی خودم رو شکستم. نوتی نوشتم در دفترم در این مکان، در مکانی که از بیانات آقای شهبازی نوت برداشتم، که این معنای معکوس است. معکوس که از ابتدای صفحات اولین کتابم سفیر شناسایی شده بود و مدام زلال می شد این شناساییش و در کتابهایم و در نیگر نوشته هایم در فضای مجازی. سپس این معکوس مرا برد به شق القمر که دوشق شدن من ذهنی است، ماه من ذهنی است و رشته زمان مجازی که زمان ذهن است دریده می شود. در کتابی تحت تاثیر برنامه گنج حضور، در کتابی از کتابهایم تحت تاثیر برنامه گنج حضور، شکاف در آن پیام در آن ندای چند نفری که در بالا آوردم که خدا این شکاف رو ایجاد کرده فقط در ما بین خواهد ماند. در یکی از کتاب هایم آن شکاف را شق القمر تعبیر کردم. دیروز آقای شهبازی از شق القمر می گفتن، یعنی بازپخش بود و باز هم نوت برداشتم که شاید نکته ای را
این بار نکته این بار توجه هم را جذب کند که در نوت‌های قبلی جذبش نشده بودم. شق القمر معراج را پدید می آورد. نوت‌هایم را در زیر خواهم آورد. ابتدا ابیات در مورد تلسم من ذهنی شکستن را می آورم. وقت آن آمد که حیدروار من ملک گیرم یا بپردازم بدن. بر جهید و بر زد که کیا حاضرم، اینک اگر مردی بیا. در زمان بشکست زاواز آن تلس، زر همی ریزید هر سو قسم قسم. دفتر سوم مثنوی مولانا بیت 43-52. برای شنوندگان کتابم بگویم که از آبان 99 خواندن 6 جلد مثنوی معنوی مولانا با تفسیر کریم زمانی را آغاز کرده و تمام کردم و هرچی بیشتر سینه‌ام باز می شد. و بدون این که در این متن نوشته شده بود شده باشه، در اون موقع مشاور املاکی جوان 34 ساله‌ای در رشت برای این آقا کتاب چند کتاب ارسال کردم و سعی میکردم راه نمایش کنم. وقتی گفتم که سینه آدمو باز میکنه ابیات مولانا، گفت علم نشرح لک صدرک. ادامه متنم: سینه باز شدن فهمیدم با بیان آقای شهبازی یعنی فضا گشایی، و فضای گشوده شده خداوند است و بزرگترین وجه اشتراک ما با خداوند فضای گشوده شده است. منتها بدون تفاسیر آقای شهبازی وجودم قادر به جذب سخنان مولانا برای زیر و رو کردن زندگیم نمی بود. فقط خواندن تفاسیر توسط زحمات آقای کریم زمانی برای من کافی نبود. حالا در مورد شق القمر با بیان آقای شهبازی با تفسیر ابیات مولانا. دو نقطه: سرنوشت تغییر اوضاع را ما از درون درست میکنیم. از مرکز شما آفتاب طلوع میکنه، نه منجم که با ستاره ها فال میگیره. و آقای شهبازی گفتن بعضی ها میرن پیش فالگیر فال میگیرن. منجم من ذهنی است و خدا لحظه به لحظه با او در جنگه. خدا میگه چرا غیر از من نجوم همان دیگه های بیهودی را در مرکز خودت گذاشتی؟ ابراهیم خلیل میگه آفلین رو دوست ندارم. درسته تو حرف اون امین ابراهیم رو دوست نداری، مگر دردها آفل نیستن؟ مگر چند نقطه: ابراهیم خلیل که میگوید من افول کنندگان رو دوست ندارم، تعظیم میکنه شیطان به چیزای گذرا، از ماه که من ذهنیست میرنجن و میترسن و ماه را دونیم نمی کنی. ماه رو دونیم کنید، گذشته و آینده را بدرید، از این میرنجید و میگید مگه میشه رشته فکر رو درید، لفظ و صوت را. مردم از این کار میترسن، میرنجن. چند نقطه: قیامت زنده شدن شما به بی‌نهایت و به ابدیت خدا، قیام شدن شما روی زندگی. قیامت نزدیک بشه من ذهنی از بین میره، از جنس شرقی و غربی مرگ و تولد هستیم. یه چیزی میمیره بعد دنیا میاد خوبه. فضا باز کنید، یه جایی میفهمید این قمر پرده لفظ و صوت پاره شده. پاره کردن ذهن و بالا آمدن به صورت حضور، این همون معراجه. حالا ابیات مربوط به این تفسیر، بیت 96 دفتر 6 مثنوی مولانا و البته ابیات هستن: که چرا جز من نجوم بیهودی قبله کردی از لعیمی و امی، تا خوش آید مقال آن امین در نبی که لا حب الافلین. از فزح در پیش مه بستی کمر، زان همی رنجی زبا شق القمر. همین روز یک شنبه 27 شهریور 1401 و این متن رو با این جملات به پایان میبرم. جملاتی که امروز آقای شهبازی تلفظ کردن و تطابقی پیدا کرد پدید آمد میان این سخن و نام کتاب قبلیم. دو نقطه:
ما که از شیطان فریب خوردیم میتونیم برگردیم. سخن آقای شهبازی. کلمه برگردیم آن جمله را تطابق داد با نام کتاب قبلیم. زندگی حاضر است، خط تیره بازگشت. فریب خوردن ما از شیطان، من ذهنی داشتن ما و ماندن در آن است. ختم این کتابم.